سلام، شنبه 24 دی ماه 14 ژانویه. نگاهی داشته باشیم به سرخط خبرها. حضور مردم بر مزار جانباختگان خیزش انقلابی و پخش نذری برای آنها. شب گذشته محلات مختلف تهران هم شاهد شعارهای شبانه علیه جمهوری اسلامی. بنزین ندارن، گاز ندارن، برق ندارن، دیگه چی ندارید شما؟ وجدان دارین؟ اونم ندارین. ادامه بحران کمبود گاز و تعطیلی ادارات و مدارس در شهرهای مختلف ایران. گزارش ها حاکی از قطع برق و کمبود بنزین در برخی شهرهاست. همزمان وزیر خارجه جمهوری اسلامی از آمادگی برای تامین سوخت لبنان خبر داد. در پی بالا گرفتن رقابت در میان نهادهای امنیتی حکومت، قوه قضاییه از اعدام علیرضا اکبری، معاون پیشین وزارت دفاع ایران خبر داد. شکایت جمعی از خانواده‌های خدمه کشتی سانچی علیه شرکت ملی نفتکش ایران به دادگاه دریایی بریتانیا. جمهوری اسلامی در 5 سال گذشته با اعمال فشار به دنبال منصرف کردن خانواده‌ها از شکایت بوده. بیننده و شنونده این بخش خبری ایران اینترنشنال هستید، با من آزاده اسدی. تا جدیدترین تحولات سیاسی و اجتماعی در ایران شامل آخرین خبرهای مرتبط با خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی رو پوشش بدیم، به بخش خبر 10 صبح ایران خوش آمدید. شیوه‌های گوناگون اعتراضی از جمله شعارهای شبانه با فریادهایی که رهبر جمهوری اسلامی رو به شکل مستقیم نشونه میگیره همچنان به قوت خود باقی است. ویدیوهایی ببینیم از سر دادن شعار در محله‌های مختلف پایتخت. سوم جمعه شهرک باقری. مرگ بر جمهوری اعدامی. 23/10/1401 عراق اجیل ختمه برای قشر خاکستری. جمعه جمعی از شهروندان و دوستان حمید رضا روحی با حضور بر مزارش گل گذاشتند و آهنگ بارون اومد و که حالا همه با نام اون رو میشناسند پخش کردند. درود به همه هموطنان عزیزم. امروز 23 دی ماه و 7 شهدای ایران محمد حسینی و چون خواهر و برادر و هیچ کسی نداشتش، ما تو آمل براشون غذا خیرات کردیم که همه بدونن که این بچه‌های ما بی پناه نیستن و ما مثل خواهرها و برادرهاشون هستیم و ازشون حمایت میکنیم و امیدم اینه که این جنبش هر چی زودتر به پیروزی برسه تا خون این عزیزان ما پایمال نشه. به امید پیروزی، زن زندگی آزادی. این فیلمو میگیرم برای ایران اینترنشنال. امروز 7 برادر عزیزمان سید محمد حسینی و مهدی کرمی هستش. این آش و خیرات میکنیم برای این عزیزامون، به خصوص سید محمد حسینی که مزدوران فکر میکردن بی کسه، ولی ببینن که کل ایران خواهر برادرشن. خیرات مجید رضا رهنورد که تا لحظه آخرم
شادی مردم ایران رو از خدا میخواست. خیرات محضاهامون، نیکاهامون، حدیثهامون، مهرشادهامون و همه پسرها و دخترامون که تو این راه جونشون رو فدا کردن. نور به آخرین فرصت آشنایی ماست، شاید اون که بی صدا رد شد و رفت، آدم قصه تنهایی ماست. اون بره سکون همراشیم با نعیمه دوستدار، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان از مالمو. خانم دوستدار وقت شما بخیر. تعداد زیادی از ویدیوهایی که به دستمون رسیده حاکی از اینه که مردم حالا یا بر سر مزار جانباخته ها حاضر میشن یا برای اونها نذری میپزن، مخصوصا محمد حسینی که اعدام شد. به نظر شما این مسیر نشانگر چیه؟ خب همونطوری که اشاره کردید، مردم برای به هر حال به شکل وسیع و گسترده‌ای که به نوعی که جلب توجه میکنه با مثلا تهیه نذری یا به هر حال خوراکی های مرسوم در برای که برای یاد بوده درگذشتگان در ایران تهیه میشه، یاد محمد حسینی و خب سایر کشته شدگان رو گرامی داشتن. خب این علاوه بر این که یک یادآوری است از اینکه یک جنبش اعتراضی و انقلابی در ایران جاری است، نوعی اعلام همبستگی است میان مردم و خانواده‌های کشته شدگان و همچنین کسایر کسانی که در میدان مبارزه حضور دارن. و خب هیچ چیز به اندازه این اعلام همبستگی نمیتونه به زنده نگه داشتن این خیزش کمک بکنه. میدونیم جمهوری اسلامی تلاش زیادی کرده برای اینکه میان معترضان تفرقه بیاندازه یا اعلام بکنه که این اعتراضات پایگاه اجتماعی گسترده‌ای نداره و متعلق هست به یک گروه معدودی از مردم. اما این نوع اقدامات رو ما وقتی میبینیم بیشتر برامون یادآوری میشه و تاکید میکنه و همچنین یک سندی است بر اینکه این خیزش یا این جنبش اعتراضی تا چه حد گستردگی داره و اعلام حمایت مردم هست از اون فرد جانباخته و همچنین تلاشی برای اینکه به هر حال این موج فرو ننشینه و این اعتراضات زنده بمونن. شعارهای شبانه هم همچنان ادامه داره. چند تا از ویدیوهاشو دیدیم، مردم از پنجره‌های خونه‌ها حالا علیه جمهوری اسلامی شعار میدن یا حتی روی دیوارها شعار نویسی میکنن. این روش‌های اعتراضی همونجوری که شما گفتید چقدر میتونه به زنده نگه داشتن این خیزش کمک کنه؟ جمهوری اسلامی از همون روزهای آغازین اعلام کرد که این جنبش پایان پذیرفته، یعنی مرتب پایان جنبش رو اعلام میکرد. الان هم در روزهای اخیر مرتب تلاش داره که بگه که به تعبیر جمهوری اسلامی اعتراضات جمع شده یا پایان یافته. اما ما وقتی به این حرکت‌هایی که در سطح جامعه در شهرهای مختلف همچنان ادامه داره نگاه میکنیم، متوجه میشیم که این جنبش اعتراضی همچنان مثل یک آتش زیر خاکستر گرم و زنده است. حالا علاوه بر این که ما شاهد این هستیم که در یک مناطق مثل زاهدان و سیستان و بلوچستان و حتی دیروز در گلستان جنبش اعتراضی همچنان به شکل خیابانی وجود داشت و زنده هست، میبینیم در شهرهای بزرگتر مثل تهران اعتراضات از سطح در واقع در سطح خیابانی به شکل همین شعار نویسی ها یا سر دادن شعار از پشت بام ها ادامه داره و هر زمانی که این فرصت دست بده مثلا یک سازماندهی صورت بگیره از سوی فعالان این جنبش و همچنین جمهوری اسلامی خودش دست به خطاهایی بزنه مثل
کشتار معترضان یا اعدام ها میبینیم که ناگهان دوباره این آتش از زیر خاکستر سر بلند میکنه. و مادامی که من مرتب تاکید میکنم و مادامی که مطالبات این جنبش تأمین نشده، این جنبش ادامه خواهد داشت و از اونجایی که جمهوری اسلامی قادر نیست و اراده‌ای برای تأمین مطالبات مردم نداره و وضعیت او به شکل کلان در سطح جهان و در سطح داخلی از نظر اقتصادی و سیاسی بسیار متزلزل و شکننده هست، همچنان این پتانسیل وجود داره که مردم از هر فرصتی استفاده بکنن برای اینکه اعتراض خودشون رو نسبت به جمهوری اسلامی بیان بکنن. ممنونم از شما خانم دوستدار. نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از مالمو سعد، مهمان ما بودید. مرسی. وزیر خارجه ایران که به لبنان سفر کرده، در دیدار با همتای لبنانی خود بر آمادگی جمهوری اسلامی برای تأمین سوخت این کشور تاکید کرده. امیر عبداللهیان گفته جمهوری اسلامی در هر شرایطی دوست با وفای لبنان خواهد ماند. اعلام ارسال سوخت برای کمک به بهبود وضعیت اقتصادی لبنان در حالی است که ایران با هجوم سرمایه زمستان با بحران انرژی مواجه است. جمهوری اسلامی ایران با قدرت به حمایت های خود از مردم، دولت، ارتش و مقاومت در لبنان ادامه می دهد. تردید نداریم جریان های سیاسی مختلف در لبنان با شایستگی و بدون هر گونه مداخله خارجی قادر به تعیین رئیس جمهور خود خواهند. استانداری های تهران و آذربایجان به منظور مدیریت مصرف گاز، ادارات، بانک ها، دانشگاه ها و مدارس را برای امروز شنبه تعطیل اعلام کردند. در استان خراسان شمالی، مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نفت گفته برای جبران کمبود گاز، فعالسازی فروش نفت سفید در شهرستان اسفراین آغاز شده. استانداری خراسان رضوی هم به دلیل کمبود گاز، تمامی مدارس و مراکز آموزشی و ادارات استان رو امروز تعطیل اعلام کرده. بر اساس گزارش ها روز جمعه هم گاز خانگی برخی خانواده ها در شهرستان خاف استان خراسان رضوی قطع شده بود. گزارش‌های تصویری رسیده از پایتخت کشور نشان می‌دهد در مناطق جنوبی تهران و شهرهای حاشیه‌ای گاز تعدادی از شهروندان قطع یا دچار افت فشار شده. مثلاً سردی که آقای اروجی وعده داده بودن رو بالاخره به چشم دیدیم. گاز قطع، برق قطع و به سلف قدیممون رو آوردیم به کرسی. آن سخت اروپا این بار در تهران، پایتخت ایران، منطقه 17. نیم ساعت الان گاز خونمون رو قطع کردن تو این سرمای وحشتناک. منفی 2 درجه، خونمون شده شبیه سیبری، اینقدر سرده. 2 درجه، مادرم هم مریضه. ببینید تو این سرما چجوری ما باید زندگی کنیم تو این وضعیت؟ بخاریمون خاموشه و خونه به قدری سرده که اصلا نمیشه تو خونه مون، یا در واقع پتو رو خودت نکشی یخ میزنی از سرما. یه وضعیت بخاریمونه. زمستان سخت اروپا در ایران، تهران، پایتخت ایران. برخی گزارش ها هم حاکی از آن است که کمبود برق بر روشنایی شهرها تاثیر گذاشته. در تهران شماری از بزرگراه‌ها حالا دچار خاموشی اند. حرومزاده همه برقای اتوبان رو خاموش کردن، فقط این تابلوهای تبلیغاتی روشنه. نمیدونم دیگه، تابستون برق نداریم، زمستون برق نداریم، چه غلطی دارید میکنید آخه؟ گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال همچنین حاکی است تعدادی از شهروندان با کمبود و مشکل تامین بنزین هم مواجه شدند. اینجا سر زرتشت، پمپ بنزین زرتشت، همه نازلا خاموشه، فقط یه دونه نازل داره کار میکنه. بنزین ندارن دیگه، بنزین ندارن، گاز ندارن، برق ندارن. دیگه چی ندارید شما؟ وجدان دارین؟ اونم ندارین.
همراهشیم با رضا طالبی، روزنامه‌نگار از استانبول. آقای طالبی، وقت شما بخیر. تعدادی از ویدیوها رو دیدیم که شهروندان در مورد مشکلات سوخت و انرژی فرستادن. خب زمستان سخت به ایران رسید. حالا توی این وضعیت که به هر حال وضعیت انرژی بحرانیه، وزیر خارجه جمهوری اسلامی از کمک به لبنان برای سوخت خبر داده. آیا این به معنی اولویت دادن لبنان بر مسائل داخلی از سمت جمهوری اسلامی؟ بله، چنان که وضعیت انرژی در داخل ایران بحرانی است، در کنار اون وضعیت عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران هم بحرانی است. آقای عبداللهیان در سفری که به کشور لبنان داشتن بر این مسئله سهه گذاشتن. ببینید، لبنان کشوری است که امروزه الان هیچ نهاد مشخصی نداره. عذرخواهی میکنم، فکر کنم که ما ارتباطمون با آقای طالبی فعلا قطع شده. اگر که مجددا ارتباط برقرار شد حتما باشون صحبت میکنم. ویدیوی یکی از شهروندان از منطقه گرمدره واقع در استان البرز هم نشون میده که مازوت سوزی نیروگاه و آلودگی هوا در منطقه افزایش یافته. اگر ویدیو پیدا بشه بسیار خوب، ویدیو رو ببینیم. امروز 23 دی ماه گرم‌تره، دارم مازوت می‌سوزونم. لعنت بر جمهوری اسلامی و این آلودگی هوایی که به وجود آورده. سلام، اینجا نیروگاه فردیس. زمستون سخت اروپا، دارم مازوت می‌سوزونم. ویدیوی هم به دست ما رسیده که نشون میده هوای عراق به دلیل سوزاندن مازوت در نیروگاه شازند به شدت آلوده است. عراق، نیروگاه شازند، 23 دی. ببینید چه دودیه، همش هم داریم سمت عراق. همراه بشیم مجددا با رضا طالبی، روزنامه‌نگار از استانبول. آقای طالبی، ارتباطمون قطع شد. داشتیم صحبت می‌کردیم در مورد اینکه آیا جمهوری اسلامی اولویت درونی کشور که الان مشکلات تأمین سوخت هست رو ارجح نمی‌دونه بر روابط بین‌الملل و رابطه با لبنان؟ بله، همونطوری که گفتم و قطع شد، این هست که عمق استراتژیک ایران هم دوچار بحران شده و متاسفانه همونطور که حضرت علی هم اشاره کردید، ارجحیت این مسئله بر مسائل داخلی بسیار مهمه. لبنان کشوری است که الان هیچ ساختار مناسبی نداره، قدرت مشخص نیست دست کی است و حزب الله لبنان هم بعد از قرارداد اکتبر 2020 که با اسرائیل در مورد حدود مرزهای انرژی امضا کردن، به نوعی سبب شدن که اسرائیل رو به مشروعیت اسرائیل رو قبول بکنم. این برای جمهوری اسلامی ایران خوب نیست. در کنار این، ترکیه قرار هست که با سوریه صحبت بکنه. بحث انرژی لبنان ورود کشورهای عربی است و به نوعی می‌بینیم که در همین راستا آقای امیر ابراهیمیان پیشنهاد نیروگاه اتمی رو هم به لبنان میده و اعلام میکنه که ما در هر شرایطی به لبنان کمک خواهیم کرد. گویا قرار هست شرایط لبنان به شرایط قبل از 1989 پیمان طائف برگرده و این روند بسیار سخت خواهد بود برای جمهوری اسلامی ایران و می‌بینیم که در کنار این حاضر هست که حتی مردم خودش رو و حتی نیازهای داخلی رو فدای این بکنه که حزب الله لبنان در چند روز آینده بتواند قدرت رو به نوعی با شیوهی که داره در لبنان حفظ بکنه و میفهمیم و میدانیم که این هم نتیجه نخواهد داد، چون متاسفانه از لحاظ انرژی هم ایران دچار بحران است که نمیتواند لبنان رو به مدت زیادی تامین بکنه. آقای طالبی، از حرفای شما من تو برداشت میکنم که این وعد و وعیدی که جمهوری اسلامی به لبنان میده هم خیلی واقعی نیست. حالا چقدر سوء مدیریت جمهوری اسلامی در به وجود اومدن این بحران گاز و سوزوندن مازوت در داخل خود کشور مؤثر بوده؟ ببینید، سوء مدیریتی که از سالها پیش انجام شده، عدم سرمایه گذاری کشورهای خارجی رو در صنایع گاز و نفت ایران می‌بینیم که خب نیاز به تجهیزات و مکانیزم خارجی داره. بسیاری از کشورها از ایران خارج شده و حتی چین
یا کشورهایی که به نوعی متحد ایران هم میشن اطمینان به ایران و جمهوری اسلامی ندارن که در ایران سرمایه گذاری بکنن. ایران حدود 850 میلیون متر مکعب گاز تولید میکنه که بسیاری از اون به مصرف داخلی میره. سیستم های بسیار فرسوده هنوز در پارس جنوبی مشکلاتی وجود داره. نیروگاه های اتمی که وعده داده بودن هنوز در جریان مدار انرژی قرار نگرفته. به نوعی ما با یک استیصال و یک ورشکستگی در کشوری شاهد هستیم که دومین ذخایر گاز و نفت جهان رو داره و یک مسئله بسیار تراژیک و کمیک هست. و اگر ما داریم از لحاظ مصرف در کشور صحبت میکنیم، باید در مورد تولید ناقص و همچنین سیستم بسیار معیوب کشور هم صحبت بکنیم که متاسفانه ایران رو در این زمستان سخت به محلی تبدیل کرده که متاسفانه شاهد اون هستیم که به هیچ نوع با این شرایط نمیتونه از اون خارج شد. سپاسگزارم آقای طالبی. رضا طالبی، روزنامه‌نگار از استانبول، مهمان ما بودید. بله، این حیوان‌های خانگی گاهی اینجوری هم وسط صحنه میان. اما امروز علیرضا اکبری، شهروند ایرانی بریتانیایی و معاون پیشین وزیر دفاع، به اتهام جاسوسی اعدام شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیشتر اتهام علیرضا اکبری رو جاسوسی برای بریتانیا و اقدام گسترده علیه امنیت ملی و افساد فی‌الارض اعلام و مجازاتش را اعدام عنوان کرده بود. بر اساس اسناد و فایل‌های رسیده از یک منبع نزدیک به سپاه پاسداران به ایران اینترنشنال، دلیل محکومیت و اعدام اکبری اختلاف و رقابت بین علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، و احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی است. پیشتر وزارت خارجه بریتانیا هم در بیانیه‌ای نسبت به اعدام علیرضا اکبری هشدار داده بود. جیمز کلولی، وزیر خارجه بریتانیا، روز جمعه در توییتی نوشته بود جمهوری اسلامی باید اجرای احکام اعدام را متوقف کند و تردید نداشته باشد که بریتانیا پرونده علیرضا اکبری را از نزدیک زیر نظر دارد. پیشتر ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هم در واکنش به حکم اعدام علیرضا اکبری اتهامات او را با انگیزه سیاسی و حکم اعدامش را بیرحمانه خوانده بود. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از برلین، با ما همراه هستند. آقای مهرابی، وقت شما بخیر. در مورد علیرضا اکبری و دلایلی که جمهوری اسلامی به ناگاه پروندهش رو به جریان انداخت و به سرعت اعدامش کرد، بیشتر از شما بشنویم. اجرای حکم آقای اکبری قاعدتاً باید از یک اراده سیاسی در سطح کلان نشأت گرفته باشه، چون پرونده‌ای نبوده که به هر حال در یک روال عادی قوه قضاییه این اتفاق براش افتاده باشه، به خصوص با جایگاهی که آقای اکبری در سپاه داشته و سمت‌های قبلی که او داشته. به هر حال او خودش را ابوالبدر می‌دونسته، یعنی پدر بدری‌ها، که اشاره داشته به دوره‌ای که از فرماندهان سپاه بدر بوده که نیروهای عراقی شیعه در ایران بودن که با صدام می‌جنگیدن. به جز این هم سمت‌های دیگر او مهم بوده. به هر حال او چون متولد شیراز بوده از فرماندهان سپاه فجر بوده و سمت اصلیش هم در واقع بعد از در بخش نظامی اجرای قطعنامه 598 و همینطور معاونت بین الملل علی شمخانی بوده. آقای اکبری حتی در خارج از کشور هم موازش همگام با مواضع رسمی حکومت بود و به نوعی از مواضع حکومت دفاع میکرد. حتی در مواردی با آقای ظریف درگیری های جدی داشتن از دهه 80 و بخشی از مصاحبه هاشون هم علیه آقای ظریف بوده، هرچند که به هر حال از خود آقای روحانی دفاع میکردن. از این جهت به هر حال با توجه به ویژگی هایی که ایشون داشتن، این صدور و اجرای حکم قاعدتا بخش سیاسیش خیلی برجسته تر بوده، هرچند که اصل این موضوع که به هر حال یک معاون وزیر دفاع بخواد در بریتانیا ساکن باشه برای سالها قاعدتا خودش موضوع سوال هست. ولی حتی در اون اعترافات اجباری که از آقای اکبری پخش کردن، تنها موضوعی که ایشون میپذیره این است که به نوعی مشاوره میداده به مجموعه های بریتانیایی و موضوع جاسوسی را حتی در اون اعترافات اجباری هم نمیپذیره. بر اساس گزارش هایی که از حکم توسط آقای
ابوالقاسم صلواتی صادر شده که معمولا حکم‌های نهادهای امنیتی را ایشون به نوعی ابلاغ می‌کنند. در اون اعترافات اجباری هم اعلام شده که ایشون سال 87 هم بازداشت شدن اما به نوعی از کشور خارج شدن، که برخی گزارش‌ها هست که در اون زمان برای ایشون حکم تعلیقی صادر میشه. و اینکه اساساً فردی که مثلا نیروهای امنیتی مدعی هستن جاسوس بوده در اون زمان از کشور خارج بشه هم خودش موضوع سوال هست، چون ایشون به هر حال اون روند جدا شدنشون از مجموعه های نظامی از سال 80 یا 81 شروع شده بوده و اگر بنابر اقداماتی مانند جاسوسی بوده به هر حال در اون دوره ها همین موضوع رخ میداده، چون که ایشون عملا از همون زمان ها پیگیر خروج از کشور بوده و در سال 90 بوده که به هر حال اون موضوع مهاجرتشون به صورت کامل انجام میشن. ما به ایران رفت و آمد داشتن و این سفر آخرشون هم که گفته میشه در سال 98 است و وزارت اطلاعات بعد از اون ایشون رو بازداشت میکنه، گفته میشه که به دعوت آقای شمخانی بوده و مانند دیگر روش هایی که نیروهای امنیتی خودشون مطرح میکنن به تعبیری عملیات فریب بوده و از این جهت ایشون رو به داخل ایران کشوندن به شکلی و بازداشت کردن. آقای مهرابی، سوالی که اینجا پیش میاد اینه که چقدر این پست های بالاخره داخلی ایران که شما گفتید، حالا بر اساس گزارش ها این احتمال میره که این اعدام حاکی از اختلافات و درگیری های نهادهای امنیتی حکومت باشه؟ این یک روش معمول در جمهوری اسلامی است که از دهه 60 اعمال میشده وقتی میخواستن یک مقامی را حذف بکنن، چون حذف خودش هزینه داشته و به هر حال به اطرافیانش فشار می آوردن و حتی اطرافیان را اعدام هم می کردن. از این جهت به هر حال این یک روش شناخته شده است، هرچند که این به این معنا نیست که طبیعتاً مثلا اون فردی که مورد فشار قرار میگیره یا قرار هست حذف بشه اون عملکرد بهتری داشته یا فرد شایسته تری هست یا فرد سالم تری بوده، ولی به هر حال این درگیری های داخلی هست که مجموعه های جمهوری اسلامی از هر روشی استفاده میکنن و این موضوع نشاندنده عمق درگیری و از طرفی عمق بیرحمی مجموعه های امنیتی جمهوری اسلامی هست که نه تنها مثلا با معترضان به این شکل برخورد میکنن، بلکه با افرادی که از مجموعه های به تعبیر استخوندار خودشون بودن هم به این شکل برخورد میکنن و میخوان این پیام رو به جامعه هم نشون بدن که اونها هر اقدامی را انجام میدن و به تعبیری به خودی های خودشون هم رحم نمی کنن. این پرونده درسته که از سال 98 مطرح بوده، ولی این که به هر حال موضوع اجرای حکم و مطرح شدنش نشون میده که اصل و اساس پرونده یا حداقل مطرح شدنش بخش عمدهش به درگیری های سیاسی برمیگرده، به خصوص این که موضوع خارجی هم مطرح هست، یعنی یک پیامی هم به خارج هست که به هر حال این فشارهایی که شما برای به ما میارین برای اعدام نکردن چه در مورد اعدام معترضان و چه در مورد افرادی مانند آقای اکبری هیچ تأثیری نداره. سپاسگزارم آقای مهرابی. احسان مهرابی، روزنامه نگار از برلین. برمیگردیم تا دقایق دیگه با ادامه خبرها. خوش آمدید. 10:30 صبح ایران. نگاهی داشته باشیم به سرخط خبرها. حضور مردم بر مزار جانباختگان خیزش انقلابی و پخش نذری برای آنها. شب گذشته محلات مختلف تهران هم شاهد شعارهای شبانه علیه جمهوری اسلامی بود. بنزین ندارن، گاز ندارن، برق ندارن، دیگه چی ندارید شما؟ وجدان دارین؟ اونم ندارین. ادامه بحران کمبود گاز و تعطیلی ادارات و مدارس در شهرهای مختلف ایران. گزارش ها حاکی از قطع برق و کمبود بنزین در برخی شهرهاست. همزمان وزیر خارجه جمهوری اسلامی از آمادگی برای تامین سوخت لبنان خبر داد. در پی بالا گرفتن رقابت در میان نهادهای امنیتی حکومت، قوه قضاییه از اعدام علیرضا اکبری، معاون پیشین وزارت دفاع ایران خبر داد. و
و شکایت جمعی از خانواده‌های خدمه کشتی سانچی علیه شرکت ملی نفتکش ایران به دادگاه دریایی بریتانیا. جمهوری اسلامی در 5 سال گذشته با اعمال فشار به دنبال منصرف کردن خانواده‌ها از شکایت بود. در سالگرد سانحه انفجار و غرق شدن نفتکش سانچی، جمعی از خانواده‌های خدمه این کشتی تجاری از شرکت ملی نفتکش ایران و شرکت‌های بیمه به دادگاه دریایی بریتانیا شکایت کردند. شرکت ملی نفتکش در 5 سال گذشته سعی کرده خانواده‌ها رو با اعمال فشار از ادامه شکایتشون منصرف کنه. این خانواده‌ها در حال حاضر شکایتشون رو از طریق دفتر حقوقی هریسچی در واشنگتن دی پیگیری میکنند. در بیانیه خبری این دفتر حقوقی آمده هنوز هیچ حقوق و مزایایی به این خانواده ها تعلق نگرفته. علی هریسچی وکیل دادگاه فدرال که دادخواهی این پرونده رو بر عهده داره در گفتگو با ایران اینترنشنال توضیحاتی درباره جزئیات این پرونده ارائه کرده. ببینیم. این پرونده اولی که ما داریم در دادگاه فدرال آمریکاست و این پرونده دوم پرونده است که در لندن در دادگاه ادمیرالتی کورت دادگاه در واقع دریایی لندن ثبت کردیم، به خاطر اینکه خانواده در این 5 سال گذشته هر کاری که میتوانستن بکنن در دادگاه ایران رو انجام دادن. به اونجایی رفتن که حتی دادگاه خود ایران حکم داد که این در واقع گواهی های فوت غیر قانونی است و اینها از دید قوانین ایران فوت نکردن. اما تا به امروز دادگاه و در واقع شرکت ملی نفتکش و اداره کار و وزارت کار از پرداخت مزایا حقوق و آنچه که اینها ذینفع آن هستن برای 5 سال گذشته سر باز داده. این برخلاف قوانین کار بین المللی و برخلاف قوانین دوباره حقوق کار خدمه کشتی هاست. این یک قسمت ماجرا است. دوم هم بحث خسارتی است که به هر حال اینها 5 سال هستش که از دید ما از خانواده ها دور هستن و باید ضرر و زیان به اینها پرداخت بشه. اگر این اتفاق نیفته ما میتونیم که کشتی های شرکت ملی نفتکش رو در آبهای بین المللی دستگیر بکنیم تا اینکه ایران رو مجبور بکنیم که به در واقع به خواسته های خانواده ها تن در بده. این قسمتی از عدالت خواهی است. موقعی که ایران در این 5 سال گذشته هر چی از توان داشته، هر چی در زور خودش داشته و علیه این خانواده ها استفاده کرده، خانواده هایی که دستشون به جای دیگری نمیرسه غیر از قانون، و حکومت با دونستن این مسئله که اینا تحت فشار هستن سعی کرده که از فشارهای مالی بر علیه اینا استفاده کنه تا بشکنه اینها رو به این ترتیبی که بخوان برن و رضایت بدن و بتونن حقوق و مزایا رو بگیرن. ایران این متاسفانه بهانه رو داره که این نحوه آخری که میتونه فشار بذاره از نظر مالی باشه، که ما امیدواریم با این دادگاه و این شکایتی که ثبت کردیم از نظر مالی خانواده ها مستقل بشن. دوم هم این که همونطور که گفتم میتونیم که کشتی های ایران رو در جاهای مختلف دنیا ضبط کنیم برای پرداخت این خسارت اگر بیمه ها هم سرباز بزنن از پرداخت. همکارم فرزانه بسپور در بخش قبلی خبر از واشنگتن نگاهی انداخته به تیتر 1 مطبوعات داخل کشور که تقریبا همگی به سرما، قطعی گاز و آلودگی هوای ناشی از مازوت‌سوزی پرداختند. ناترازی گاز قبلا از صنایع و کارخانجات شروع شد و ما دیدیم که به مازوت سوزی افتاده بودن، مشکل آلودگی هوا به وجود اومد، اما این کم بود الان رسیده به در واقع بخش ادارات و اماکن عمومی و الان احتمال میره که و پیش بینی میشه که به قطعی گاز خانگی هم خواهیم رسید. این هست که روزنامه ها در صفحاتی کهشون توجه ویژه نشون دادن به مسئله این قطعی گاز و از تعطیلی ادارات و بانک‌ها و مدارس و دانشگاه‌ها گزارش دادند و همونطوری که به هر حال می‌دونیم نیمی از کشور تعطیل شده. روزنامه جهان صنعت اومده تیتر زده قطعی گاز در سرزمین گاز. خب ایران دارای بزرگترین ذخایر گاز دنیاست، در رتبه دوم قرار داره و با این همه مدیریت ضعیف و عدم پیش‌بینی به موقع باعث شده که ما امروز در چنین بحران گازی
قرار بگیریم. روزنامه جهان سند این انتقاد رو مطرح کرده که با اینکه پیش بینی میشد وضعیت سرما، با اینکه اطلاع داشتن نسبت به ناترازی گازی، عدم سرمایه گذاری در بخش تولید و نگهداری صنایع گاز، باز چرا ما بایستی در موقعیت بحرانی این چنینی قرار بگیریم و از فاجعه آمیز بودن بحران، مدیریت بحران در ایران انتقاد کرده. روزنامه اترک هم میبینی نقشه از ایران رو گذاشته و گفته سرما نیمی از کشور رو تعطیل کرد. روزنامه های نزدیک به حکومت بیشتر ترجیح میدن روی بی سابقه بودن سرما تاکید کنن، انگار اینجوری میتونن فرار کنن از موزل، در حالی که روزنامه محیط زیستی پیام ما در واقع روی مصرف گاز در کشور تمرکز کرده و غیبت مدیریت اساسا در حوزه مدیریت سوخت و مدیریت انرژی. روزنامه جوان که روزنامه متعلق به سپاه پاسدارانه نمیخواد به هیچ عنوان بپذیره که مدیریت ضعیف و ناتوان و ناکارآمدی در حوزه سوخت وجود داره. در یادداشتی که سردبیر روزنامه جوان منتشر کرده گفته اولا گفتن و نوشتن از کمبود گاز رو مصداق وحدت شکنی و ایجاد ناامیدی معرفی کرده و بعد هم گفته که بایستی زبان این منتقدان رو بست و حالا اینکه چطور بست اشاره نکرده، اما وقتی ما میبینیم روزنامه سپاه پاسداران هست طبیعتاً جز با قلع و قمع روزنامه ها و منتقدان راه حل دیگری ندارن، چون اینها میگن اینها وحدت شکنانن. اشارهش هم به حرفای اخیر علی خامنه‌ای و گفته این انتقاد از وضعیت گازی کشور وحدت شکنیست، باید زبان این وحدت شکنان رو بست. اما بریم ببینیم روزنامه مستقل چه نوشته. روزنامه مستقل امروز مصاحبه ای انجام داده با دو تن از کارشناسان حوزه انرژی، آقای نرسی قربان نژاد و آقای بیگی نژاد. این هر دو گفتند حل بحران گاز نیاز تغییر به سیاست خارجی داره، نیازمند سرمایه گذاری خارجی در صنایع نفت و گاز هست. آقای نرسی قربان به این نکته اشاره کردند که ما الان با کمبود گاز مواجه هستیم، برخلاف روزنامه های حکومتی که میخوان کلن بحران گاز رو نادیده بگیرن، ایشون تأکید کرده که تمام کشور درگیر بحران گازه و مشخص نیست که ذخایر ما برای این زمستان کفاف بدهد یا نه. اون چیزی که به شکل جدی الان نیاز سرمایه گذاری در حوزه صنایع گازی، هم برای تولید هم برای نگهداری این صنایع، چون این نگهداریشون هم سرمایه بره و نیاز به تکنولوژی هم داره. در شرایطی که ما در انزوای بین المللی هستیم، دچار تحریم هستیم، طبیعتا چنین امکانی وجود نداره که سرمایه گذاری در حوزه انرژی اتفاق بیفته. به خاطر همینه که میگن نیازمند تغییر در حوزه سیاست خارجی هستیم. روز جمعه نشست شورای امنیت سازمان ملل با موضوع اوکراین برگزار شد. در این نشست نمایندگان حاضر از حکومت ایران خواستند مداخله در جنگ روسیه علیه اوکراین و حمایت از مسکو رو متوقف کنه. مریم رحمتی از مقر سازمان ملل گزارش تهیه کرده، ببینید. روز جمعه و در آستانه یک سالگی جنگ اوکراین، شورای امنیت درباره وضعیت این جنگ تشکیل جلسه داد. یکی از موضوعات مورد تمرکز اعضای شورای امنیت در این جلسه موضوع کمک‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی به روسیه و استفادهش در جنگ اوکراین بود. در این جلسه نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل لیندا توماس گرینفیلد گفت که به خاطر پهپادهای جمهوری اسلامی میلیون ها اوکراینی فعلا در بیبرقی به سر میبرند. او از جمهوری اسلامی خواست که هرچه زودتر کمک های تسلیحاتی خودش به روسیه رو متوقف بکنه. او همچنین به اعضای شورای امنیت سازمان ملل هشدار داد که جمهوری اسلامی در حال ارسال موشک های بالستیک به روسیه و استفادهش در جنگ اوکراین هست. قبل از آغاز این جلسه من در مورد اهمیت موضوع پهپادهای جمهوری اسلامی و مطرح کردن این موضوع در شورای امنیت سازمان ملل از نماینده دائم اوکراین پرسیدم. این یک مسئله اساسی برای شورای امنیته، چون مشکل فراتر از موضوع جنگ اوکراینه. همه اوکراین هدف مستقیم ارتش روسیه است، هم شهروندان و هم تأسیسات غیر نظامی در اوکراین. این مایه شرمساریه. روسیه و ایران با نقض قطعنامه‌های شورای امنیت دارن روی صورت شورای امنیت تف میندازن.
روسیه و ایران نه تنها موازین مربوط به جنگ اوکراین، بلکه اصول بنیادین رو نقض میکنن و این میتونه تبدیل به یک رویه عادی برای بقیه هم بشه و با بازتولید چنین روی کردی کلیت سازوکار شورای امنیت خدشه‌دار بشه. من اگر جای دبیر کل سازمان ملل یا اعضای دائم شورای امنیت بودم، در این مورد نگرانی های زیادی داشتم که البته فکر میکنم اعضای دائم نگران هستند. در ادامه و قبل از برگزاری جلسه، من با نماینده دائم فرانسه نیکولاس دریویر هم در مورد موضوع پهپادهای جمهوری اسلامی و استفادهش در جنگ اوکراین صحبت کردم. سازمان ملل باید یک تیم تحقیقاتی رو به اوکراین بفرسته تا درباره این پهپادها تحقیق کنند و گزارش بدن. فروختن پهپاد از سوی جمهوری اسلامی به روسیه برجام و قطعنامه 2231 رو نقض کرده. این رفتار درست نیست و باید محکوم بشه. پیش از این و قبل از برگزاری این جلسه شورای امنیت، کشورهای غربی و از جمله آمریکا اعلام کرده بودند که موضوع کمک‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی به روسیه رو مورد تمرکز قرار خواهند داد تا بتونن جلوی کمک‌های تسلیحاتی و ارسال پهپادهای جمهوری اسلامی به روسیه رو بگیرن. نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل هم گفته بود که این موضوع رو در جلسات شورای امنیت در سال 2023 مطرح خواهد کرد. حالا باید منتظر موند و دید که در هفته‌ها و روزهای آینده در مورد این کمک‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل چه تصمیماتی گرفته خواهد شد. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک. در ماه‌های اخیر هنرمندان به اشکال مختلف از هنر خود برای همراهی با خیزش انقلابی ایرانیان استفاده کردند. رقص یک دختر جوان با یک ترانه اعتراضی رو ببینیم. رقص یک دختر بود در گوهردشت ایران. ممنون که با این بخش خبری هم همراه ایران اینترنشنال بودید. با ما بمانید. بخش بعدی خبر 11 صبح ایران. سلامت باشید. خدا نگهدارتون.